کران پاینده ایران خب جریان آمر به معروف داره یه لطفی میکنه از خواهران و مادران و همسران شهیدان میخوان که بیان مصاحبه کنن تو مترو و غیرو اینا در باب بیهجابی که این فیلم ها رو مثلا یه فضایی درست کنن به مسئولین فشار بیارن که جلوی رو بگیرم من ازشون سپاسگزارم که این عجز و ناله خانواده شهدا رو سر بیهجابی حجابی چون ما تو این فضای بی سوژگی خب آخر سوژمون تامین میشه و منم به این عیزان عامه به معروف قول دادم که دونه دونه ویدیو این خواهران و مادران و همسران شهیدان رو منم پروموت کنم و مورد آنالیز و ریاکشن قرار بدیم حالا با یکی از این خواهران شهید به نام خواهر حمیدرضا احساداتی فرد اینا رفتن گفتگو کردن ببینیم این خواهر شهید چی میفرمویین ما میخواین در مورد هجاب بگیم الان روزمون بدتر از هجابمون دایی میشه <applause> میگه الان روزه داره بدتر از هجاب میشه چرا اومدی با <applause> من در مورد هجاب صحبت کنی هیچکی روزه نمیگیره نگاه کنید چه در این چماعت داشته باشیم شما میخواین در مورد هجاب بگیم الان روزه بدتر از هجابمون میشه در اون ببینید اصلا اینگاه نه اینگاه که ما آدم سونه این رو ببینید اینگاه نه اینگاه که ما مسومه سونه <applause> رسولانه که الحمدلله چون عیده همه جا باز شده همه رسولانه بازه راحت دو سال دیگه جلوشو میتونم بگیرن حالا فشار بهت بیاد شبی که شمشیر میره توی فرق حلوی حضرت علی سیزه بدره اینو میخواید چیکار کنید سال پیش سیزده بدر تو رمزون بود امسال رمزون یعنی سیزده بدر قشنگ تو موقع فرق حلوی علیه یعنی ما امسال مراسم سیزده بدر نیست مراسم علی کشونه <تصفح> بله هجابا تونستان بگیرن الان همین الان بیاییم تو سرها دو بزنید الان سر قطعه ای که بودم لباسی که اصلا مناسب اینجاست پوشیدن فکر نمی کنن دو روزی که خودشون هم میخوان اینجا بخوابن خب میگه الان تو همین بهشت زبا اما اینو بگم منم یه شیطنت کردم موزیک رو قطع کردم پف یوزا اینو با موزیکای سوزناک میذارن که میخوان که یک مشروعیتی رو از یک اقلیت مذهبی برای حکومت جور کنن که برخورد کنن با مردم ولی در همین داستانی که میخوام برای خودشون به خیال خودشون یک مشروعیت گرایی کنن این عجز و ناله مادران شهید به ما خیلی خوشایند جیگرمو خنک میشه چون ما گریه مادران جان باختگانو اذیت میشیم حالا این صحنه به ما لذت میده اینجا داره موزیک پخش میشه من موزیک ها رو قطع کردم خواهر شهید تمیزه فرد هستم تک فرزان بود تک پسر بود میتونست نده خیلی جهان نذاشتن خیلی خانواده تو خانواده بود میگفتن نده ولی گفت نه من میرم که وظیفه خودشو داره الان متاسفانه چیزی از اسلام نمیبینیم این وضعیت حجابمون شده ببین ما ما نظر نمیدیم ما داریم میگیم متاسفانه چیزی از اسلام نمیبینیم دیگه این وضعیت حجابمون شده اینجاست که ما میگیم اسلام در ایران داره شکست میخوره اگر میان دوتا در مورد حجاب بگن باشون برخورد میشه الان تو صفا میبینین دیگه غیرت هم که همه رفته باد برده همه قیدات ها هم. چی بگی؟ خب من یه نکته هم بکنیم کسایی که جز خانواده شهیدایی هستن که مدافع هجابن ما باید به شهیدای اینا چیز کنیم. چیز کنیم شهید خار این جریان کرکس های شهید رو بعد ازشون به کار ببریم که داره مثل کرکس میاد لاشخور دیگه لاشه میخوره این خانواده شهیدا نقش کرکس دارن دارن لاشه شهیدای خودشون بهره برداری میکنن تا حق جامعه رو بگیرن یعنی حق که مال جامعه است نوع پوشش برای جامعه است به کسی ربطی نداره میخوان حق مردم رو بیان و ضایع بکنن این جماعت باید تحقیر بشن خیلی کامل با تحقیر بشن کی ایستاده متاسفانه ما خیلی انتظار داشتیم از آقای رئیسی از دولتمون از قوه قضاییه ولی چیکار کردن این روز به روز داره بدتر میشه من واقعا نمیدونم اینا رو چه حسابی از چی میترسن واقعا میترسن آقای جای خیلی صحبت میکنه ولی عملا توش ندیدیم ما موقعی میگن حالا اون هی میرن این و ما الان از همهشون میخوایم اگه دستشون پره خب عمل کنن موقع عملی ما نمیبینیم عمل یعنی چیکار کنن یعنی گشت شاد را بندازن آقای ای خب بابا اژه‌ای بالاخره میگه آقا من نمیتونم اگه بخوام خیلی جدی کنیم این چقدر پرونده میشه همه این. ببین الان قالیباف داره با بیزبونی بهتون میگه میگه قانون ما نمیتونیم بذاریم که نشه اجرا کرد وقتی که 84 درصد ملت کلا شما رو نمیخوان و مثلا یه اقلیت میخوای به 84 درصد ملت بگی حجاب بذار خب اوکی بگو این باعث تنش ها میشه اتفاق مردم بالاخره نقطه جوش میزنه والا یه جا آقا با این وضعیت اقتصادی که این حکومت آورده بعد خدا خداش باشن مردم بی خیال باشن سرگرم بی حجابی و حذف شیو اینا باشن کاری با حکومت نشوشن نه اینکه شما به سیخ بکنید تو حکومت چی تو مردم مردمی که تحت فشار اقتصادی ان شما سیخ بکنید اینا رو مجبور میکنی جلاد وایسن اینو قالیباف و اژئی دیگه بالاخره فهمیدن با همه خریتشون مون اینا نمیفهمن نه بفهمن <تص> متاسفانه چی بگین چرا مجلس نمیاد؟ چرا دولت هم نمیاد این کار کنه؟ خود کنه با اینا. چه چه کار کنه؟ من, من از آقای رئیسی انتظار بیشتری داشتم. یعنی موقع دی به چه آقای رئیسی یا مجلس اینا چه گویی بخورن؟ تو بگو آخه چیکار میتونن بکنن؟ چه غلطی میتونن بکنن؟ فشار میتونن بیارن؟ خب فشار بیارید. ما از خدامونه به عنوان برانداز. من که تو لند توی چیز توی قناری نشستم که فشار بیارید مردم بالاخره همه که نمیتونن مثل من مهاجرت کنن تهشون فشار میاد یه جا میریزن بیرون دیگه مثل داستان محسا حالیشون نیست واقعا نمیفهمن تو چه موقعیتی گریز از مرکز ندارن این خانواده الدنگ شهدا نمیفهمن آقا موقعیت نگاه کن چه وضعیتی داری چیکار بکنه این رژیم <applause> والا رئیسی میگه آقا رئیسی چه غلطی میتونه بکنه نه ترس رئیسی و همسرش و پدرزنش از شماها متاسب تره منتها تو و امور کار میبینه آقا نمیتواند کاری بکند می دادیم در مقابل بچه هامون میکنیم نه دیگه خیالو میدونم حتی یک دستن میشن آقای رئیسی یه خوب فرق گرفته آقای اجرایی یه جا هست آقای قالیباف هستش قالیباف که دوش واقعا شناخت داشتیم که چجور کار میکرد تو شهرداری بود کار میکرد از بچه های جپو جنگ بود از یادان سردار بود از دوستان اون بود چیکار کنه هرچی بود یاران سردار بود از دوستان, بود. 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 دوستان شما بود فلان بود چیکار میتونه بکنه میتونه بیاد به 84 درصد مردم بگه جا خب گفتید دیگه نشد آقا نمیفهمی تو دنیای واقعی نمیتونی خواستت رو تحمیل بکنی به خاطری که توازن اجتماعی دست خوش تغییر شده دهه 60 نیست که فضای اجتماعی دست شما باشه شما بدنه اجتماعی تو از دست دادی جامعه ای که احترام میذاشت به اسلام اعتقاد داشت به اسلام امروز دیگه اعتقاد نداره این نه نه تنها اعتقاد نداره لحظه به لحظه به موازین اسلامی داره آگاهتر و متنفر میشه در کناره چون میگه آقا من اعتقاد به اسلامی باید شده بخشی از زندگیم دزدیده بشه چیکار میخوای بکنی هی میگه قالیباف مثلا از ما بو خب چیکار کنه قالیباف بگو میکنه در تو مت... چیزه؟ پاش برسه متعصب عملا میبینن آقا این قضیه داره نظام و برانداز میکنه ما من خدامونه اتفاقا برید پدر مردم رو در بیارید بالاخره این مردم تحت فشار باشن که بالاخره صدای اعتراضشون بره بالا دیگه مردم شما ول کنید تا ما دیگه امروز بعد نگران اتفاقا ما اینقدر شما تحت فشار بذارید مردم رو اذیت کنید که مردم راحت تر حرف ما رو بپذیرن که اسلام باید هم یه چیز دروغ است هم یه چیزی که بعد از بین برود همین که دیگه بفهمند که با گفتگو حل نمیشه برن به سمت مبارزات مسلحانه فشار شما کمک میکنه که جامعه زودتر به مبارزه مسلحانه بپیونده منتظر هنوز باغ نیستید ایرادی هم هی میگه قالیباف کمکی چرا نمیکنه چیکار بکنه ولی الان ستوی تو دست خب چیکار کنم باز من نمیدونم چرا تو خوشم شیه جمال از اول نمیفهمه قانون نداریم که داریم دستشون پر نیست که داریم چرا این پر؟ دستشون پر نیست که پر نیست دستشون پر نیست میگه دستشون پر نیست که است دستشون پر نیست اینجا میگه دستشون پر یعنی چیکار کنم برم با گلوله بچه مردمو بیشتر چش در بیارم هر زگه خواهر شهی من شاشیدم تو دهن اون شهیدت چیکار کنه یعنی الان بره بچه مردمو بیشتر چشاشون در بیاره که من نمیدونم چرا قانون نداریم که داریم دستشون پر که داریم چرا این کار میکنن چرا واقعا من اینو میگم چرا اینجوری شده روز به روزم داره بدتر میشه الان که زمستونش اینه هوا سرده دو روز که تابستون نمیخوایم چیکار کنیم زمستونش میگه لازم تابستون چیکار کنیم بکنیم چه تابستون شود دیگه چی بگیم؟ اصلا پیش بینی من اینه که من به بچه های خودمون گفتم از یک سال پیش به بچه های خودمون گفتم پیش بی... تو برنامه هم گفتم گفتم پیش بی نیه من بعد از تابستون 403 یعنی موج دوم زن زندگی آزادی که در کف خیابون اینا رو شکه کنه این دفعه بعد از تابستون رخ میده خیلی بخاطر من فکر کنم زمستون 403 برای این ما یک زمستان جدید پاییز به خصوص پاییز 403 یک جذابیت خاصی خواهد داشت چرا چون این جماعت الان هم مجلس رو بردن مجلس هم مدلس پایداری میشه توهم دارن و میگن ما به خاطر اسلام باید فشار فشار رو میارن تابستون به, به مردم و مردم بالاخره تا آخر تابستون میزنه قضیه بیرون و قضیه میکشه به پاییز و زمستان 403 و ما شاهد اتفاقات بزرگی خواهیم بود من موندم تا کجا دفنه نکردن تو کجا میخوان پیش بدن واقعا میگم موقعی آقا تنها مونده یادانش مثل یادانش مثل شهید اون شهید سلیمانی برام بعد تنها بیانه هستن نه اینکه نباشد ولی خیلی تنها هستن خیلی قریبه برو تو رخته با امام امام خامنه آقا خیلی هلو دوست داره حلوی خودتا هلو تم که شنیدم گشاده هلو تو بده به آقا خواب حال کنه یه مقدار تنها آقا یه دستم داره بنده خدا خودت کمک کن که دیگه بالاخره بتونه یه کاری روت بکنه <applause> موزیک هم گذاشتم من قطع کردم <applause> ادامه دارن خواهشم بیشتر ادامه بدید از این ویدیو زیاد بسازید شما نیز می توانید ویدیوهای مطالبه خانواده معظم شهدا از مسئولین را در امر حجاب از طریق شناسه ی راه شهید 133 برای ما ارسال نمان اجسان راه شهید 333 صد... بنده به صورت رایگان تبلیغتون رو میکنم از این ویدیو بیشتر بدید فرار فراخان زدن دارن ویدیو جمع میکنن دیگه این راه شهید 333 بالا میشه با خانواده شهدا میخوان فشار بیارن رو مسئولین با این ویدیو خیلی خوب کاری میکنی این ویدیو ها شما نمیدونید چقدر به ما داره انگیزه میده دمتون گم که اینقدر دل ما رو شات میکنید چون ما گریه این خواهرای شهید رو میبینی این زنان شهید رو میبینی این مادر شهید جیگرمون خنک میشه شما طاقت گریه مادر نیکا شاکرمی و این بچههایی که شما به قطع رسوندید رو نش این الان این خود داره جیگرمون خنک میشه بنده به صورت رایگان اجسان راه شهید 133 آقا میخوای می هرس منو مثلا یه چیزی بگم حال کنید آقا شما خواهرای شهید مادرای شهید زنهای شهید شه... می میخواید هرس من معانده ملحد رافزی ضد شیعه رو در بیاری برو با اینا مصاحبه کن نمیدونی چقدر به ما تحت فشار قرار بی ما به اون فشار میار از این فشاری که به اون میاد داریم این برنامه رو میسازیم توهین میکنیم برای اینکه هرس ما رو در تا می از این ویدیو تو رو خدا بیشتر بشه منم قول میدم اگر حتی 18 تا ویدیو مثلا تا هفته دیگه شما درست کنید به بیرون من 18 تا موضوع هفته آینده میشه راه شهید اتسان راه شهید شه در حقیقت 133 تماما به شما میپردازم دیگه کار دیگه ای ندارم آره چون شما هرس ما رو خیلی در میبینید اصلا ما این ویدیوهای خواهر شهید میاد میفهمیم که بازی باختین هم پشتمون میلرزه خواهشن تا میتونید با ایمان و مصمم تو ده دهن ما معاندین بزنید دمتونید. ما داریم فشار میگولیم از این صحبتهای های خوهرهای شهیدینا بذارید فشارهایی که میگولیم زیاد بگولیم قربونتون برم. هم. به هم عاشقتون همه تونه به احورامت چقدر اینا احمقن خدا رو شکر واقعا اینا میگفتن ولی واقعا واقعیت ماجرا اینه که خدا رو شکر که دشمنان ایران که جریان شیعه گران از احمق ها تشکیل شدن یک سر شعور کار رسانه ای رو ندارند و بی نهایت یعنی من بر کلی پول خرج میکردم ویدیو دوربین رو ببرم جلوی صورت خواهر شهید و مادر شهید و زن شهید که اینا گریه کنم بگن اسلام داره از بین میره من میام ثابت کنم به بینندم که آقا فعالیت های ما بالاخره به نتیجه رسیده اسلام در حال نابودی شما یه ادعایی کردیم ما یه هدفی رو گذاشتیم اخراج شیعه از ایران شروع رفت جمهوری اسلامی هم در منطقه یه هدفی گذاشته اخراج آمریکا از منطقه و نابودی اسرائیل ما حالا ببینیم که بعدی جمهوری اسلامی زودتر در مثلا پاپ چیز میشه نمایان خواهد شد و بهش میرسه یا بعدی ما ما هم یه دونه هدف استراتژیک گذاشتیم اخراج شیعه از ایران این کارو خواهیم کرد حالا بعد کلی خرج میکردیم میبردیم جلو. این خانواده شهدا که تایید کنن که ما داریم موفق میشیم اینا خودشون دارن رایگان این کارو میکنن دیگه دمشون هم, هم مال خودمونن همتون ایران بدرود پاینده بشن.